سلام، امروز میخواییم راجع به یکی از خوشمزه ترین خوراکی های دنیا حرف بزنیم. یکی از خوراکی هایی که طبق آمار 99.99% مردم امتحانش کردن و یکی از محبوب ترین هاست، پیتزا. تاریخچه پیتزا برمیگره به هزاران سال قبل. چه باور بکنیم چه باور نکنیم، قدمت پیتزا برمیگرده به زمان تولید نونهای باریک و روکشدار. همون موقعی که نونواها تصمیم گرفتن نونهای باریک تولید کنن و روی نونهاشون مواد مختلفی بریزن برای جلب مشتری، پیتزا هم به وجود اومد. اما پیتزای مدرن که نان مسطح با سس گوجه، پنیر و ریحون بود، در امتداد سواحل غربی ایتالیا، ناپل، به وجود اومد. پیتزا در شهر ناپل سابقه بسیار طولانی داره. تقریبا 600 سال قبل از میلاد مسیح اولین باری که یونانی ها به ناپل رفتن و اونجا مستقر شدن برای زندگی، همونطور که شهر ناپل به شهری پر رونق تبدیل می شد، افراد زیادی برای کار، حرفه و شغل و زندگی به اون شهر مهاجرت می کردن. در قرن 18 و 19 شهر ناپل با جمعیتی بسیار در حال شکوفایی سریع بود و تمدن‌های گذشته اینجوری بود که به محض اینکه محلی شهری شروع به توسعه می‌کرد، افراد زیادی برای کار به اونجا مراجعه می‌کردند و محل مناسبی می‌شد برای درآمدزایی. شهر ناپل هم از این قاعده مستثنا نبود، مردم زیادی برای کار به شهر ناپل می‌رفتند. خب همه این افراد احتیاج به غذا داشتند، غذایی که سریع باشه، خوشمزه باشه، مقوی باشه و توده مردم، چه فقیر چه غنی، بتونن اون رو تهیه کنن، بخرن و بخورن. اون زمان موقعی که افراد میرفتن برای صبحانه نان بگیرن، نونواها دیدن که افرادی که میان نون میخرن، میرن گوجه رو خرد میکنن، پنیر میذارن روش، ساندویچ درست میکنن و میخورن و میرن سر کار. نونواها به این نتیجه رسیدن یه محصولی تولید کنن که هم فروش بیشتری داشته باشن، درآمد بیشتری داشته باشن، هم کمک کنن به اون افرادی که میخوان صبحونه بخورن، وقتشون صرف جویی شه که نیان اونو از اولا بگیرن، گوجه رو از جای دیگه بگیرن، پنیر رو از جای دیگه، یه چیزی شبیه به ساندویچ درست کنن. خودشون اونجا گوجه رو مالیدن روی نون، پنیر گذاشتن روش، ریحون گذاشتن روی نونهای تختشون و به مشتری دادن. این محصول هم بسیار ساده بود، هم سریع تولید میشد، هم مقرون به صرفه بود. تمام افراد جامعه و قشر فقیر جامعه میتونستن اونو راحت خریداری کنن و از صبحی که نونوایی باز میشد، این محصول بود تا آخر شب، همیشه تازه، قابل دسترس بود. به این ترتیب پیتزا متولد شد. این رو باید همیشه به یاد داشته باشیم، پیتزا صرفاً جهت صبحانه به وجود اومد، اما بعد از مدتی تمامی روز ازش استفاده شد. اما در سال 1889 موقعی که پادشاه و ملکه ایتالیا برای بازدید به ناپل رفته بودند، اونها انواعی از غذاهای محلی و پیتزاهای مختلف رو امتحان کردند. توی کتاب‌ها اومده از اونجایی که پادشاه و ملکه از رژیم غذایی فرانسوی با کلاس خودشون خسته شده بودند، پیتزا رو خوردن، کیف کردن و خیلی مورد توجهشون قرار گرفت. توی تمام اون پیتزایی که امتحان کردن، پیتزای گوجه، پنیر و ریحون مورد پسند ملکه قرار گرفت. بعد از اون تاریخ نونواهایی که این پیتزا رو میفروختن برای اینکه جلب توجه کنن برای مشتریان خودشون و همچنین چاپلوسی کنن برای ملکه، اسم اون پیتزا رو مارگاریتا گذاشتن و به خریداران میگفتن این پیتزاییه که ملکه مارگاریتا دوست داره، شما هم همونو بخورید. پیتزا تا دهه 1940 عملاً بیرون از ایتالیا شناخته شده نبود و فقط توی ایتالیا خورده میشد. پیتزا در بقیه کشورهای دنیا. زمانی که مهاجران برای پیدا کردن فرصت‌های شغلی جدید به آمریکا مهاجرت کردند، میلیون‌ها اروپایی برای گرفتن کارهای کارخانه‌ها و مشاغل جدید به آمریکا مهاجرت کردند. در میان این اروپایی‌هایی که مهاجرت کردند به آمریکا، تعداد زیادی از مهاجرانی بودند که از ناپل به آمریکا رفته بودند و با خود غذای محبوب خود، پیتزا رو به اونجا بردند. بعد از اون این غذای محبوب تبدیل به غذای محبوب آمریکایی‌ها هم شد و در شهرهای مختلف آمریکا محبوبیت زیادی پیدا کرد. نیویورک، بوستون. یکی از اولین پیتزا فروشی‌های آمریکا توی منهتن توسط جنارو لومباردی
که با گذشت 116 سال همچنان باز هست و سلایس های پیتزا رو با همون اجاق گاز 116 سال پیش میپزه و به دست مشتریان میده. حتی زمانی که آقای لومباردی مجبور شد مغازه خودش رو جابجا کنه، اون اجاق گاز رو با خودش برده و هر جا رفته پیتزاها رو با همون پخته. بعد از اون پیتزا در سراسر آمریکا شروع به پخش شدن شد و یک مسابقه ای بین کشور آمریکا و ایتالیا بر سر پیتزا راه افتاد تا جای پیش رفت که بعد از جنگ جهانی دوم پیتزا یکی از غذاهای بومی آمریکا به حساب می آمد و اونا اون غذا رو برای خودشون می دونستن و یکی از فرهنگ‌های مهم آمریکایی شده بود خوردن پیتزا. البته سبک اون پیتزایی که اونا مال خودشون می دونستن یه مقداری تفاوت داشت. هنگامی که پیتزا سراسر آمریکا رو در بر گرفت، پیتزا تبدیل شد به یکی از صادرات فرهنگ کشور آمریکا که به سراسر دنیا ارسال شد. اما اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم که پیتزا رو کی اختراع کرد، مردم باستانی که اطراف دریای مدیترانه زندگی میکردن و رو آوردن به خوردن نونهای مسطح و روکشدار. سپس مردم ناپل اون رو تبدیل به اون پیتزایی کردن که ما امروز میخوریمش. انواع پیتزا: شماره یک، ناپولیتن پیتزا به سبک ناپل. نمای نزدیک از این پیتزا به ما نشون میده که یه تیکه نون هست، گوجه خرد شده، پنیر و ریحون. قبلها این پیتزا رو به اسم پای گوجه فرنگی هم میشناختن. بسیار ارزون بود، قابل دسترس و دورگردها توی خیابون میفروختن. انواع پیتزای ناپولیتن: امروز سه نوع رسمی از پیتزاهای ناپلی وجود داره. یک، پیتزا مارینا که دارای گوجه فرنگی، سیر، پونه کوهی و روغن زیتونه. پیتزا مارگاریتا: گوجه فرنگی، پنیر مازارلای ورقه‌ای، ریحون و روغن زیتون. پیتزا اکسترا مارگاریتا: گوجه فرنگی، پنیر ورقه‌ای مازارلا، ریحون، روغن زیتون به علاوه پنیر رنده شده روی آن. پیتزاهای مدل ناپل به علتی که بسیار نازکه جوری طراحی شده که شما میتونید با چنگال به راحتی اون رو میل کنید و بخورید. پختن پیتزای ناپولیتن و استایل ناپلی بیشتر از 70 ثانیه طول نخواهد کشید، به علت اینکه محصولات زیادی روش نیست. یکی از دلایلی هم که خیلی محبوب سریع بودنشه که شما در عرض یک دقیقه میتونید یک پیتزا رو به صورت تازه میل کنید. شماره دو، شیکاگو استایل پیتزا. پیتزا به سبک شیکاگو. پیتزا شیکاگو که به اون پیتزای عمیق هم گفته میشه، اسم خودش رو از شهری که اونجا اختراع شده برداشته. اوایل دهه 1900 مهاجران ایتالیایی به این شهر رفتن، پیتزا رو با خودشون بردن، شروع به مصرف و فروختن کردن. آقای آیک سویل تصمیم به احداث یک رستوران برای فروش پیتزا کرد، اما به جای تقلید از پیتزای ایتالیایی تصمیم گرفت اون پیتزا رو به صورت ضخیم تولید کنه و غیر از پنیر و گوجه چیزهای دیگه‌ای که خودش دوست داشت و میدونست که مردم آمریکا خیلی دوست دارن رو روش اضافه کنه، مثل گوشت، مثل بیکن و سبزیجات پخته شده. آقای سوول بعدها رستوران‌های زنجیره‌ای پیتزا اونو رو تأسیس کرد. مواد سنتی که روی پیتزاهای شیکاگو ریخته میشه معمولا پنیر موزارلا، گوشت چرخ کرده، سوسیس، پپرونی، پیاز، قارچ و فلفل سبز بود. اما به جای قرار دادن خود گوجه روی پیتزا، از سس گوجه استفاده میکرد و در آخر با استفاده از پنیر پارمزان اون رو تزیین میکرد. یکی از نکاتی که در پیتزاهای شیکاگو وجود داشت و بسیار قابل توجه بود و همیشه مورد انتقاد ایتالیایی قرار میگرفت، مدت زمان درست کردن این پیتزا بود که مینیمم 35 تا 45 دقیقه طول میکشید. نیویورک استایل پیتزا. پیتزا به سبک نیویورک. پیتزا به سبک نیویورک نه به کلوفتی پیتزای شیکاگو هستش، نه به نازکی پیتزای ناپل. مقداری بزرگتر و نازکتر از پیتزای شیکاگو و همونجور که گفتم کلوفتر از پیتزای ناپل هست که قابلیت این رو دارید که شما پیتزا رو تا کنید و بخورید. تاپینگ های سنتی که روی این پیتزا ریخته میشه همون سس گوجه فرنگی و پنیر موزارلا است. پیتزاهای نیویورک شلوغی پیتزاهای شیکاگو رو نداره و میتونه مثل پیتزاهای ناپل هم خیلی خلوت نباشه.
میتونه روش از پپرونی و سوسیس گرفته تا قارچ هم ریخته بشه و به علت اینکه یه مقداری کلفت‌تر از پیتزاهای ناپل هست قابلیت این رو دارید که راحت به دست بگیرید و بخورید و پیتزا پاره نشه. مدت زمان پخت پیتزای نیویورک به علت اینکه از پیتزای شیکاگو باریک‌تر هست خب مدت زمان کمتری داره و معمولاً بین 12 تا 15 دقیقه طول میکشه برای آماده شدنش. سیسیلیان ستایل پیتزا، پیتزا به سبک سیسیل. پیتزا به سبک سیسیلی دارای خمیر بالشی و بزرگ، پوسته بسیار ترد و سس گوجه فرنگی قوی هستش. این پیتزا در ظاهرش برعکس پیتزاهایی که با هم مرور کردیم، این پیتزا شکل مربع هستش که ممکنه پنیر داشته باشه یا نداشته باشه. نکته قابل توجه در این پیتزاها این هستش که روی خمیر ابتدا پنیر ریخته میشه، بعد سس گوجه فرنگی و بقیه ماجرا رو می‌ریزن روی پنیر و اعتقاد دارن که با این کار باعث میشن که پنیرشون آب نمیندازه و باعث نمیشه که پیتزا خیس بشه و خیس به نظر بیاد. رویه‌های متداول و تاپینگ های متداول این نوع پیتزا تکه های گوجه فرنگی، پیاز و سبزیجات است. پخت این نوع پیتزا معمولا بین 15 تا 20 دقیقه طول میکشه. گریک ستایل پیتزا، پیتزا به سبک یونانی. همونجور که میتونیم حدس بزنیم پیتزای یونانی همراه با زیتون، گوجه فرنگی، پیاز سرو میشه. پیتزای یونانی توسط مهاجرانی که از یونان به آمریکا رفته بود و با پیتزای ایتالیایی آشنا شدن تولید شد و متولد شد. خاستگاه این نوع پیتزا ایالت نیو انگلند هست. دارای پوسته ضخیم و جویدنی که در ماهیتابه های کم عمق و روغنی پخته میشه و در نتیجه ته پیتزا سرخ شده هستش. یه چیز شبیه تعدیل خودمون. پیتزاهای یونانی معمولا سس‌های بسیار قوی و سنگینی داره، طوری که سس‌ها معمولا بیشتر از پنیر هستش که روی پیتزا ریخته میشه. رویه پیتزای یونانی معمولا پر شده از سس گوجه فرنگی غلیظ و تند با طعم قوی پونه کوهی که اغلب با پنیرهای مختلفی مخلوط میشه و روی پیتزا ریخته میشه، مثل پنیرهای موزارلا، چدار، فتا، معمولا هم با زیتون سبز و سیاه سرو. پخت این پیتزا هم معمولا بین 12 تا 15 دقیقه طول میکشه. کالیفرنیا استایل پیتزا، پیتزا به سبک کالیفرنیا. پیتزا پیتزاهای خوشمزه و لذیذ هم نامیده میشه. کالیفرنیا به علت مواد غیر متداولش خیلی معروف هست. یک مواد روی پیتزا وجود داره که شما معمولا رو پیتزاهای دیگه نمیبینید و خود این میتونه باعث جذابیت بشه، به طوری که حتی روش سس گوجه فرنگی هم نداره. حتی آشپزهایی وجود دارن که از سس خردل استفاده میکنن برای این پیتزا و پنیرهای مختلف، مخصوصا پنیر ریکوتا. شما تاپینگ های معمولی که روی پیتزاهای دیگه میبینید روی این پیتزا نمیبینید و این یکی از حسنای این پیتزا هستش و دست آشپز رو باز میذاره که هر چی دوست داره و هر چی که فکر میکنه غذا رو خوشمزه میکنه روی این پیتزا میریزه. فکر کنم اولین نفری که این کارو کرده یک مادر بوده، هر چی تو خونه داشته ریخته رو پیتزاش. پخت این پیتزاها معمولا 12 تا 15 دقیقه طول میکشه. دیترویت استایل پیتزا، پیتزا به سبک دیترویت. دیترویت در ابتدای دهه 1940 این پیتزا در یک ماهیتابه مربعی شکل که از قطعات خودرو تولید شده بود ساخته شده. روی پیتزای دیترویت ابتدا با پپرونی پوشونده میشه، بعد یک لایه آجوری از پنیر میاد روی این پپرونی ها و بعد از اینکه این پنیرها آب شد و نرم شد سس گوجه فرنگی رو روی این پنیر میریزن. این پیتزا با پوسته بسیار ترد و داخل بسیار نرم مورد توجه بسیاری. تاپینگ هایی که توی این پیتزا استفاده میشه همونجور که گفتم پپرونی و پنیر سس. مدت زمان پخت این پیتزا 10 تا 15 دقیقه است. سن لوئیس استایل پیتزا، پیتزا به سبک سن لوئیس. اگر به دنبال یک پیتزای سبک هستیم، پیتزای سن لوئیس بسیار مناسب خواهد بود. برای اینکه این پیتزا توی خمیرش از مخمر استفاده نشده. بسیار پوسته توردی داره. برش این پیتزا معمولا به شکل مستطیل‌های 3 تا 4 اینچی هست. به این برش‌ها برش‌های پارتی یا میخونه هم میگن. پنیری که روی این پیتزا استفاده میشه معمولا از سه نوع پنیر هست، ترکیبی از چدار، سوئیس، موزارلا. سن لوئیس در قرن 19 ها مهاجران زیادی رو از ایتالیا قبول کرد و پذیرفت. دنبال فرصت های شغلی زیادی بوده. تاپینگ های سنتی که معمولا روی این پیتزا ریخته میشه پنیر و سس گوجه فرنگی شیرین هست. این پیتزا به علت نازکی
زمان پخت کمتری داره و معمولا 8 دقیقه طول میکشه. حالا که با هم یه مقداری از تاریخچه انواع پیتزا رو مرور کردیم، بهتره که یه مروری هم داشته باشیم با خمیر و پوسته پیتزا که نقش بسیار مهمی در خوشمزگی پیتزا داره. انواع پوسته پیتزا: تین کراست پیتزا یا پیتزای دور نازک. این نوع پیتزاها پیتزاهایی هستن که از مرکزشون تا به این پیتزاهای نازک در مرکز، جایی که سس، پنیر و مواد قرار می گیرن، باریکتر هستند، اما به لبه ها که میرسن بسیار ترد میشن، مانند پیتزاهای ناپولیتن و نیویورک. پیتزا با دوره ضخیم. پیتزاها در مرکز بسیار نازک و وقتی که به لبه ها میرسن کلوفت و بالشی تر. پوسته در کل بسیار ضخیم هست تا وزن سس و موادی که رو قرار می گیرن رو تحمل کنه. نو پیتزا. یک تشکر از همراهیتون.